بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد و صحبت اهل طریق را. گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این فریق را؟ گفتون گلیم خیش بیرون میکشد ز آب، وین سعی میکند که رهاند غریق را. با کسب اجازه از محضر همه عزیزان و بزرگواران، مسئولین و محترم دولتی و جلالت مآب و محترم جناب والی صاحب و همه خواهران و برادران عزیز، و ضمن عرض خیر مقدم به همه شما و اظهار سپاس و تشکر از قبول زحمت از همه شما عزیزان، دقایق بسیار مختصر مطلب را خدمت شما یا مطالب را اشارتاً به عرض میرسانم و از فرمایشات جناب محترم والی صاحب و دیگر بزرگواران استفاده خواهیم کرد. مراسمی که امروز عزیزان شرف حضور دارند، مراسم فارغ التحصیلی ششمین دوره دانش آموختگان دارالعلوم امام صادق علیه السلام است. با امکانات بسیار ناچیزی این دارالعلوم را تأسیس کردیم. در حقیقت امکانات ما در آن زمان صفر بود، یعنی یک ذره بیشتر از امکانات امروز. نه جای مناسب داشتیم، نه کلاس داشتیم، نه استاد آماده داشتیم برای تدریس. فقط چیزی که بود متقاضی داشتیم برای تعلیم. امتیاز تأسیس این دارالعلوم را هم با زحمت گرفتیم، البته با همکاری خالصانه مسئولین و محترم معارف، به ویژه وزارت معارف در آن زمان که آقای وردک بود. نام دارالعلوم را هم گذاشتیم امام صادق، به خاطر اینکه این دارالعلوم بر اساس فقه و معارف جعفری تأسیس شده و نخستین دارالعلومی است در افغانستان که رسماً و در چارچوب تشکیلات وزارت معارف و دولت با این منظور تأسیس شده. خب طبعاً یک کار ابتدایی مشکلات بسیار فراوانی دارد. هم مشکل بست و تشکیل داشتیم که هنوز هم به شدت این مشکل را داریم، هم مشکل نصاب تعلیمی داشتیم که فعلا الحمدلله این مشکل مرتفع شده، هم مشکل جا داشتیم و هم مشکلات دیگر. با همکاری مسئولین و محترم وزارت معارف در کابل و دوستان و عزیزان و مسئولین معارف و خصوص ریاست تعلیمات اسلامی در ولایت هرات و به ویژه با توجهات و همکاری های ریاست معارف در هر زمان، از جمله رئیس محترم معارف موجود برادر عزیز و گرانقدر ما جناب حاج آقای احمدی، و همچنین همکاری های بسیار صمیمانه و دلسوزانه برادر عزیزمان جناب آقای عزیزی که ریاست تعلیمات اسلامی را در ولایت هرات متصدی هستند و همیشه توجه داشتند، و دیگر برادران جناب آقای تقوی و همکاران محترم اینا در بخش های اداری، همه لطف کردند و دارالعلوم امام صادق علیه السلام تونسته است گامهای را در مسیر پیشرفت بردارد. البته برای ما و شاید هم برای مسئولین و محترم ریاست معارف خیلی قانع کننده نبوده این پیشرفت ها، اما با توجه به عمر کم این دارالعلوم و بضاعت محدود و امکانات بسیار بسیار کمی که در اختیار بود، باز هم اگر منصفانه قضاوت بکنیم باید گفت که این طفل یک شبر ره صد ساله می رود، چون این دارالعلوم در سال
دوم شروع کرد به فارغ التحصیل دادن از صنف دوازدهم و در سال چهارم از صنف چهاردهم فارغ التحصیل دادیم. علتش هم این بود که بسیار بودن کسانی که قبلا تحصیلاتی کرده بودن و مدارک تحصیلی مناسب نداشتن و زمینه هم برای ادامه تحصیل اونها در مکاتب دولتی به خاطر مقرراتی که در سایر مکاتب هست مساعد نبود، اما در دارالعلوم ها می توانیم تا صنف 10 و اون زمان تا صنف 11 می توانستیم بپذیریم. با امتحان ورودی به صنف 11 پذیرفتیم، 3 سال بعد شدن فارغ التحصیل. و جالب بود که وقتی معین محترم تعلیمات اسلامی آقای دکتر شفیق صمیم آمدن از اون ساختمان اولی که جناب آقای عزیزی تشریف داشتن دیدار کردن، دیدن خواهران، به خصوص بخش خواهران ما که بیشتر متقاضی داشت و همچنین بخش مردها و آقایون، دیدن که ما دانش آموزان جوان داریم، بزرگسال و در عین حال متعلم کلاس 11 هم، صنف 11 هم. بعضی از اینها خیلی الحمدلله آمادگی هم داشتن، چون قبلا درسای طلبی خونده بودن. چند مورد سوالات کرد آقای صمیم به زبان عربی و اینها، دید که آمادگی‌های خوبی دارن، تعجب کردن که دارالعلومی که امسال یعنی در سال 89 تأسیس شده چقدر پیشرفت عالی داشته. انصافا مسئولین دارالعلوم، معلمین، سرمعلم‌ها، مدیران در هر زمانی که بودن، از جناب آقای کریمی هم اولین مدیر دارالعلوم که به رحمت خدا رفتن، باید صمیمانه یاد کنیم، خداوند روحشان را شاد بکنه، همه زحمت مخلصانه و جهادی کشیدند در این دارالعلوم. نصاب دارالعلوم هم با زحمت بسیار فراوان دوستان ما آماده شد و برای 10 سال فعلا، چون نصاب دیگر از طریق معارف هنوز تدوین نشده، لکن سرفصل‌های او داده شده بود، بر اساس اون سرفصل‌ها که از وزارت گرفتیم نصاب آماده شد و به تایید وزارت معارف رسید. و به حمد الله همه ساله دارالعلوم امام صادق بین 60 نفر تا 150 نفر، 120 نفر از صنف 14 هم خود فارغ التحصیل داشته، به تناسب امکانات و وضعیت و زمان محدودی که ما در اختیار داشتیم. به نظر می رسد که این دارالعلوم بازده خوبی داشته و این میسر نمی شود مگر با فعالیت مجاهدانه و توأم با فداکاری از طرف همه دوستانی که دست اندر کار دارالعلوم بودند، چه از مسئولین محترم دولتی و معارف و چه از مسئولین خود دارالعلوم در بخش‌های مختلف. به خاطر اینکه جناب والی صاحب وقت محدودی دارند و جلسات دیگری دارند باید حضور داشته باشند، بنده وقت شما و ایشان را زیاد نمیگیرم و مجدداً تشکر می‌کنیم، صمیمانه تشکر می‌کنیم از همه شما، به خصوص از جناب محترم والی صاحب که با همه مشاغل و گرفتاری‌هایی که داشتند قدم رجه کردند و بر ما منت نهادند و در این جلسه به احترام علم و فرهنگ بیشتر و به خاطر تقدیر از مقام دانش آموختگان و فرهیختگان شرکت کردند. صمیمانه تشکر می‌کنیم و زمام سخن را به ایشان می سپاریم. انشاءالله از فرمایشات ایشان و همه دوستان و عزیزانی که صحبت خواهند کرد استفاده بهینه را خواهیم برد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله و کفا و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. جناب محترم جبرئیلی صاحب، همه حضار، مدرسین، بزرگواران، جناب محترم بحره صاحب، جناب ایسار صاحب، رئیس صاحب معارف، جناب معاون صاحب و همه حضار محترم و خصوص فارغ التحصیلان، هم از خواهران و برادران، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار جای خوشی است امروز که در محفل فراغت دارالعلوم امام صادق علیه السلام سهیم میشیم با شما. ما زیاد علاقمند بودم که از این دارالعلوم یک بازدیدی داشته باشم. چندین باری تصمیمم
گرفتیم، اما خب مشاغل زیاد است دیگر، موقع مساعد نمیشد. اما امروز وقتی دعوتنامه شما آمد و به خصوص وقتی فهمیدیم که تعداد از خواهران ما فارغ میشن، با وجودی که 26 نفر از آیت ها از مرکز کشور به ریاست جنرال سیف مرادری مراد به ولایت تشریف دارن، اما با وجود تمام از این، به خصوص به خاطر خواهرها امروز حتماً آمده. چون ارزش تعلیم به خصوص برای خواهرای ما بسیار بسیار بلند است و ما تشکر میکنم از تمام مسئولین که در تأسیس از این دارالعلوم و در پیشبرد از این دارالعلوم سهیم شدند و از مسئولین آن زمان وزارت معارف و از مسئولین فعلیشان از ریاست معارف اظهار امتنان داریم که حمایت خود را به صورت دوامدار داشتند از این دارالعلوم و سایر دارالعلومایی که در ولایت هرات به صورت قانونی و رسمی فعالیت دارند. ما همی علوم دینی را که به نسل آینده خود تعلیم میتیم، چی که برادرای ما هستند و یا خواهرها، در زندگی آینده از اینا تأثیر ماندگار به جا میمانند و به جا میگذارند. هر خواهری که از صنف 14 و یا 12 در این دارالعلوم فارغ بشه، ولو ای که هیچ زمینه و فرصتی از این دیگر نداشته باشه که تحصیلات عالی دیگه بکنن، همه قدر دانش و علمی که به اینجا یاد میگیره، یک مادر بسیار موفق خواهد بود در آینده. اولادای را تربیت خواهد کرد که به این جامعه و به این ملت و به این شهر و به او خانواده مستر خدمات شد. یک مادر فاضله و عالمه در یک خانواده یک نعمت بسیار بزرگ است و ما از این ناحیه بسیار کمی ها و کاستی های داریم. در بسیاری از خانواده های ما در سراسر کشور متاسفانه ما به خصوص که گناه از همه خود ما است، از جامعه ما است، مادرای خود از علم به خصوص از علوم دینی دور نگه داشتیم و باعث از این میشه که اولادایی که در اون خانواده بزرگ ساخته میشن کمتر علاقه بگیرن به تحصیل و تعلیم و یه جای بسیار خالی هستن ازم در اجتماع ما. و مثل از این دارالعلوم ما به ده ها دارالعلوم دیگه هم نیاز داریم که ایجاد شوند و زمینه تحصیل فراهم بکنن. من تو احساس میکنم که دارالعلوم تا به صنف 14 یک اساس بسیار مستحکمی را میگذاره و اگر تعدادی هم بخواهیم که متخصص در دین شوند و تبحر و بیشتر و تجربه بیشتری به دست بیارن، خوب میتوانند که به فاکولته شرعیات داخل شوند و یا مدارس دیگه برن و یا تحصیلات بلندی را در خارج کشور انجام بدن. اما یک تعداد دیگه که اگر نمیخواهند که به علوم دینی دوام بتن، فکر میکنم که به هر مسلکی که اینا برن، به هر مسلکی که اینا بخواهید برن، یک تعداد بسیار قوی دارن اینا، در آینده هیچ وقت دیگه نمیلغزن از نگاه اخلاقی، از نگاه اجتماعی. به او حد اینا تبحر دارن در دین و در اجتماعیات خود که میتونن که به هر مسلک دیگه اشخاص بسیار موفقی در جامعه باشه. ما در طول دوران پسا جهاد
خیلی رنج ها بردیم و هنوز هم این رنج ها ادامه دارن. و بخشی از این رنج هایی است که علمای ما در زمان مهاجرت های طولانی در کشورهای همسایه با مدارس دینی کشورهای بیگانه تربیت شدند. اینا چون از کشور خود بیرون بودن، از اجتماع خود بیرون بودن، اینا خب فرصت همی بود که در کشورهای بیرونی اینا به تحصیل و تعلیم خود ادامه بدن. مجبوریت های مهاجرت بود. تعدادی از مردمای ما که در بیرونی کشور تربیت شدند، خصوصا در مدارس دینی و بلاخص در پاکستان، اینا وقتی که داخل افغانستان شدن ما نتیجهش میگیریم. با تفکرات افراطی و تکفیری. ما 40 سال قبل از این در زمانهای قدیم همچو حالاتی در کشور خود نداشتیم. مردم ما در داخل کشور خود تعلیم میدیدن. علمای کشور خود ما برشان درس میدادن. اینا با جامعه خود بزرگ می شدند. اینا فضا و هوا و زندگی را در کشور خود به تجربه می گرفتند. و واضح است که در این اجتماع خود دوباره پس بستر خدمت می شدند. و هیچ گونه از تفکرات افراطی و تکفیری در بین علمای ما نبودند. چی از اهل تسنن و چی از اهل تشیع. همه اینا با یک روحیه بسیار همپذیری و همگرایی با هم زندگی میکردن. جوانانی که از پیش از اینا تربیت میشدن در امی اجتماع خودشان برادروار و خواهروار زندگی میکردن. اما وقتی این فرصت از پیششان گرفته شد، واضح است که نظریات مختلفی را از بیرون داخل افغانستان کردن که ما به اشکال مختلف از ناهی از او با مشکلات مواجه هستیم. و امنیت کشور ما، امنیت خانواده های ما و امنیت شهرهای ما به چالش کشیده شده. ما فقط 2-3 روز پیش همه ما شاهد بودیم که در منطقه جبرئیل چه واقع شد. 4 تن از هموطنان بیگناه ما شما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگه هم زخم برداشتن. ما شما فقط در امون روز برای فرداش دیدیم در میوند قندهار چی واقع شد، چی تعداد از جوانای ما شما به شهادت رسیدن. ما در شفاخانه وقتی از زخمی ها بازدید میکردم، در یکی از بسترها خانم جوانی را دیدم که زخمی است و در کنارش طفلک 1 سالش به خواب است در پالوی مادر زخمی. و الحمدلله که وضع مادر بسیار خوب بود. دکترها بسیار تلاش کرده بودند که عملیاتش به خیر بگذرد. خب اگر این مادر خدا نخواسته شهید میشد، سرنوشت از این طفلک 1 ساله چی میشد؟ و همچنان دیروز وقتی که ما به مسجد جبرئیل برای فاتحه رفتم، یکی از پدران خمیده وقتی پرسانش کردیم که شهید چیت میشد، گفت پسرم بود. مزو چیز اولاد مانده؟ گفت بله، 1 طفلک 1 ماه. یس نتیجه از این جنایتکارایی که به نام دین بر ما تحمیل شدند. و ما از تمام عزیزان خود در این مدارس، بلخص در این مدارس دینی، این توقع رو داریم که اولاد ما را که در پیششان درس میخوانند از این افکار تعصب‌آمیز، تکفیری، افراطی دور نگه دارن. از این فقط برن اصل معارف و اصل دین
نه برشان تحصیل بدن، تعلیم بدن. و دینی که به خاطر رحمت به ما آمده، دینی که به خاطر نجات بر ما آمده، دینی که به خاطر یک انسان بهتر به همه انسان‌ها نازل شده و او معارفی را که برای قرن‌ها عارفای از این سرزمین به این ملت تلقین کردند، از علم و از عرفان و از ادبیات و از دین و از زندگی و از انسانیت، کتاب‌ها نوشتند، اشعار نوشتند، امور درس بدن و چیزایی را، نظریاتی را تعصب‌آمیز و افراطی از بیرون کشور نبیارن به اینجا. ما خود ما گنجینه هایی داریم که برای صدها سال دیگر دیگرها را درس داده میتونن، علمایی داریم که برای صدها سال دیگر هم درس داده میتونن. و این سرزمینی بوده در اینجا که از اینجا رفته دین به هندوستان، از اینجا رفته دین به ماوراء النهر. و ما نیاز از این را نداریم که بریم مفکوره های بیگانه را بیاریم و جوانای خود شکلی به اونا معتاد بسازیم که با زندگی آرام همه ما شما را خدا نخواسته و جنجال‌های از این که در بزرگتر بکشانه و همه مدارس دینی، همه علمای کرام، تمام مذاهب ما این مسئولیت دارن که نسلای جوان، نسلای مردمان معتدل، مردمان خوب با دیانت، با اخلاق، راستکار، وطن دوست تربیت کنند. تا که یک جامعه که امروز در این مشکلات است، برای نسل‌های آینده به این مشکلات نباشه. بلکه به طرف آرامی و صلح و امنیت و برادری و خوبی ها پیش بریم انشاءالله. ما مطمئن هستیم که این دارالعلوم از امون دارالعلوم ها است. که تمام فارغینش، کسانی که به اینجا درس میده و درس میخوانند، از مردمانی هستند که با فرهنگ هرات زمین و خراسان زمین و افغانستان زمین آشنا هستند و انشاءالله که مردمان نیکی به جامعه تقدیم میکنند. ما به همه فارغین از این دوره ششم تبریک میگم. عیسایی را که برای ما دادن در طول 6 سال گذشته مجموعاً 220 تن ذکور و 340 تن هم و ناس از این مدرسه از این دارالعلوم فارغ شده، مجموعاً 560 تن. و به همه ایشان تبریک میگم، بالخصوص به فارغین از این دوره، هم از برادران ما و هم از خواهران ما بهشان تبریک میگم و موفقیت های هرچی بیشترشان در ادامه تحصیل و درجات بلندتر از خداوند لایزال تمنا دارم. موفق و معید باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین محمد و آله و صحبه اجمعین. اجماعا یک صلوات بلند ان شاء الله. صلی علی محمد و آله و صحبه. عرض سلام و ادب و حرمت دارم خدمت یکایک سروران عزیز، برادر دانشمند و مرتلا شما، جناب جبرئیلیس، جناب مسیحیس، جناب استاد علی، برادر عزیز ما جناب استاد کبیر ایسار، شخصیت فرهیخته به علمی ما جناب استاد بهره، همسر محترم تعلیمات اسلامی، علما، روحانیون، شخصیت‌های علمی، خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خرسندم که به لطف و عنایت پروردگار در این روزها در گوشه و کنار شهر خود هرات عزیز شاهد جشن‌های فارغ التحصیلی از مقاطع و مکاتب و مدارس و مؤسسات مختلف
تعلیمی و تربیتی در ولایت هرات هستیم که یقیناً باید شکرگزار این نعمت بود که خداوند متعال این فرصت را فراهم ساخته در دل نابسامانی هایی که ما داریم، در دل چالش هایی که در این کشور متاسفانه هنوز وجود داره، که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. که الحمدلله با مسائی همه سروران عزیز، مردم با عزت ما، حمایت های بیدریغ طیف های مختلف، مسئولین محترم دولتی جناب والی صدر قبلا تشریف داشتن، به فضل عنایت پروردگار ما مسیر ترقی و تعالی را در عرصه تعلیم و تربیت کماکان برمی داریم و مسیر روشنی هم الحمدلله پیش روست. یقینا مسائی و تلاش های یکایک اساتید عزیز، مسئولین محترم در مدارس، مکاتب و بخش های مختلف میتونه و مسائی بیشترشان میتونه راه ما رو به سمت روشنایی بیشتر، به سمت جامعه سالمتر و پایداری سلامت در جامعه ما و زدودن عناصری که میتونه موجب فتنه و موجب مصیبت در کشور ما بشه ایره تضمین بکنه. من اجازه میخوایم با احترام از فرصت ضمن ازی که تبریک و تهنیت داشته باشم از آدرس ریاست معارف هرات خدمت یکایک خواهران و برادران عزیز ما که امروز جشن فراغتشان، بلکه ما به نظرم میخوره ای واجر کمی تعدیل بکنیم، جشن حرکتشان در یک مسیر، در مسیر تکامل، در مسیر عالی که به یک مقطع از توانایی رسیدن و این مقطع چه به صورت رسمی بخواهند ادامه بدن و چه به صورت غیر رسمی قابل دوام هست. یک تعبیر در ادبیات عرفانی ما مطرح میشه که خب چون انسان جنس است از و موجودی است لایتناهی که جناب استاد بهره محقق عرفان و ادب و مفسر بیدل اینجا تشریف دارن، این کلمات بر زبان ما سنگینی میکنه، اما صحبت سر ایست که آدم ها موجودی هست، انسان موجودی است که خداوند او را برای کمال آفریده و کمال از او هم لایتناهی است. حتی برخی عرفا معتقدند که انسان پس از مرگ هم درجات کمال سپری میکنه، نه تنها در حیات. پس آنچه که میتونه موجب سعادت دنیا و آخرت باشه و در میان علوم، خاصتا علوم دینی که انسان رو به خویشتن انسان میشناسن، و وقتی در سایر علوم میریم، خب علوم دیگه هم در جایگاه خود هم ارزش دنیوی داره و هم ارزش معنوی داره. ارزش دنیوی و به جهتی که ما رو نسبت به روابط موجود در عالم آگاه و آشنا میسازه و ما رو میتونه مسلط بسازه بر اساس دانشی که بر روابط و مناسبات موجود در عالم ماده داریم و سیطره ما رو بر او افزایش بده، و از یک طرف دیگه میتونه موجب تعمیق باور و ایمان ما نسبت به خدای متعال، نسبت به خلقتی او که به عبارت اهل متکلمین از کمال خلقت ما به کمال خالق و عظمت کار خالق بیابه. اما خب وقتی ما در علوم دینی سرفرو میگذاریم و به تعمق میرین، واقع عملی است همون گونه که عنوان اشرف العلوم گفتن که انسان را به خود انسان میشناسن. خب بزرگترین علم و بزرگترین دانش، دانش است که آدمی را به آدمی بشناسن، و دانشی که موجب شناخت انسان و ابعاد
وجودی و ابعاد شخصیتی و کمالاتون بشه. از این جهت خواهران و برادرانی که در این مسیر قرار گرفتن و در این مسیر میخوان دوام بدن، بعد به خود ببالند که این فرصت و این عنایت خداوند متوجهشان ساخته تا در این علم که خب طبعا در جامعه دینی ما این نیاز باز مضاعف میشه، در شرایط موجود باز که سوء استفاده از دانش دینی متاسفانه افزایش پیدا کرده و توطئه ها و دسیسه های بیرونی هم به خاطر این که بتانند این گوهر نابر دانه بی ارزش جلوه بدند و نزد انسان ها، رسالت من و شما در جامعه امروز که بتانیم این گوهر شفاف، این گوهر که نجات بخش است برای تمام انسانیت، ای را بتانیم عرضه بکنیم و خود ما هم تمثیل عملی او مباحث باشیم. روی ملموز ای در این مسیر قرار داشتن، در این مسیر تفحص کردن، با علوم دینی سر و کار داشتن، چنین شأن و منزلت و جایگاه را میتانه نصیب انسان بسازه و این رسالت را انسان بتانه منتقل بکنه برای دیگران. و خب جامعه که ما به شدت ضرورت داریم، جامعه که هم در بیان خود و هم در عمل خود نمونه و الگوی حسنه از رفتار و کردار و پندار نیک باشه، طبیعتاً با این دانش میتونه جلوه گیری بکنه. نکته دوم و پایانی که میخوایم عرض بکنم این است که این البته در گذشته ها هم عنوان کردیم، قبل از این هم در مجموعه برد مشورتی ریاست معارف کمیته حمایت از مدارس دینی را تأسیس کرده بودیم و هدف این بود که ما سوای فعالیت هایی که در چوکات رسمی و مناسبات اداری و تدریسی به صورت عادی و نرمال صورت میگیره، یک کمیته شناسایی بکنه ضرورت های بیشتری از اور و یا کارهای طبق برنامه این که ما باید در حوزه مدارس دینی انجام بدیم. یکی از او باز کردن باب گفتگو و تحاور میان علمای دینی و طلاب علوم دینی است، اما از مدارس علوم دینی که در محدوده فقه و فقاهت اهل سنت تدریس میشه و یا فقه جعفری در میان خودشان و متبادلا در میان بخش‌های مختلف دیگه، تا ما با ایجاد فرهنگ محاوره و گفتگو و تضارب علمی در واقع یک دیگر است، کما که در دوران گذشته تاریخی ما دست کم تا قرن 7 8 9 10 و یا حتی بعد از او هم ما رگاه‌های ارتباط علمی و تعلقات علمی روی که یک عالم اهل سنت در نزد یک عالم اهل تشیع درس خوانده، زانوی تلمس زده و یا بالعکس عالم جید اهل تشیع پیش دانشمند اهل تسنن زانوی تلمس زده و دانش یاد گرفته و فرا گرفته. من باورم این است که یکی از ضرورت‌هایی که باید ما سر از او تلاش بکنیم و هرات الحمدلله این فرصت را داره، در این حال که تهدیدهایی هم وجود صحبت های جناب ولی صاحب واقعیت هم در بخش های بسیار خوبی و همون رقم که جناب آقای جبرئیلی فرمودن راه گشا نکات عمده ای بود که خب ما جهت باید بدین دانش و آگاهی خودر، مدارس خودر، علوم دینی خودر که به هر صورت ما در یک فرایند قرار بگیریم که این فرایند بتونه مفید فایده برای جامعه ما باشه و نگرانی ها و توطئه ها و دسیسه هایی که دیگران فراروی مدارس دینی ما چیدن اینها را پس بزنیم. شروع این نقطه ایست که ما واقعا یک مقدار وقت بگذاریم و من انتظارم ایست از مدیر صاحب مدیران اساتید بزرگوار ما در مدارس دینی، خاصتا شخصیت های دلسوزی که وجود دارن، هم از خواهران و برادران که ما در یک اتاق فکر یا دوستان ما در یک اتاق فکر بیندیشن که چگونه میتونیم ما در برابر او توطئه ها و دسیسه هایی که گاهی به میلیون ها و میلیارد ها دلار هم پشت او خوابیده و اتاق های فکر دشمنان اسلام هم پشت این قضیه دسیسه سازی میکنن و هیچ محدودیتی هم برای هیچ کس قائل نیستن و هیچ رحمی هم نمیکنن به هیچ جای و به هیچ محیط، خاصتا در این شرایطی که ما این نگرانی ها را میبینیم که افغانستان در نقاط مختلف
به خصوص بعد از اینکه جریان‌های افراطی در سوریه و عراق با شکست مواجه شدند، دست کم این نگرانی به جدیت و به شدت وجود داره که طیف عظیمی میرن به سمت اینکه این حوزه جغرافیایی به دلایل سیاسی و دلایل مختلف دیگه مورد هدف قرار بدن. خب قصه ایست که ما چی باید بکنیم؟ آیا ما واقعا آرام بشینیم؟ آیا فعالیت‌های گذشته ما یا فعالیت‌های جاری ما در برابر این توطئه‌ها کافی و وافی است؟ به باور من نیست. به باور من این است که ما صحیح است که این کار جریان داره، روند کار الحمدلله به خوبی جریان داره. بعضی نگرانی‌های هم در بعضی مدارس دینی ما متأسفانه وجود داره که من نمی‌تونم کتمان بکنم، اما در به صورت مجموعی روند کار روند خوبی است و انشاءالله نتایج سودبخش خواهد بود. این که مدارس ما تقویت میشه، تعداد مدارس شاید در حوزه غرب و خاصتا در هرات نسبت به تمام ولایات افغانستان بیشتر است. این میتونه نقطه مثبت باشه، اما در عین حال امکان از این که از این به عنوان عنصر بالقوه تهدید هم استفاده بشه وجود داره. روی ملحوظ ما طبعا با در نظر داشت پایگاه ها، سوابق فکری خود، منافع ملی خود، مصالح اسلامی خود، ارزش های متین اسلامی، ضرورت دارن به این که جامعه اسلامی در عین حال که به سمت ارزش های اسلامی و اخلاقی میره و نگاه سکولاریستی نمیتونه و نباید حاکم بشه بر جامعه ما، ضرورت به یک دیالوگ، ضرورت به یک تسامح دینی، ضرورت به یک گفتگوی دینی داره. و این گفتگوی دینی یا گفتگوی درون دینی، درون مذهبی، دینی به اون معنایی که ما با ادیان مختلف دیگه هم گفتگو بکنین، البته در جای خود معنای محصل خواهد داشت، اما فعلا و اجالتا ما ضرورت به گفتگوی درون مذهبی داریم و این که نگاه های تسامح آمیز و همدیگر پذیری را ما بتونیم تکثیر بکنیم. اگر ما بیاییم بر روی بعضی از واقعیت های تلخی که وجود داره پرده کتمان بگذاریم و بگیم نه وجود نداره، ما باورم خود بازی دادن و بالاخره روزی نه روز دیگری این آتش از زیر خاکستر بلند میشه و باز مصیبت میآفرینه. روی ملحوظ من گمان میکنم که ما باید تلاش حد اکثری خود رو بکنیم، همه مجامع دینی که در این قسمت استعداد بیشتر دارن این فضا رو بیشتر فراهم بسازن. باورم این هست که ما اگر واقعا بخواهیم که جریانهای افراطی در از میان مذاهب اسلامی تفاوت نمیکنه با کدام گرایش سر بر نیاره، ما نیازمند این هستیم که تئوریزه بکنیم دیگر پذیریم. مبانی همدیگر پذیری را به لحاظ کلامی و لحاظ فقاهتی، البته معنی نیست که ما فقط مسئولیت داریم، یعنی ارزمی است که تمام جامعه اسلامی، تمام مراکز علوم اسلامی این مسئولیت را دارند، اما ما در محیط خود چون محیط ما و کشور ما مستعد زایش افرادگرایی و سوء استفاده از برخی مسائل دیگر هست، رسالت ما در این عرصه و مسئولیت ما مسئولیت سنگینتر و کلانتر است، چون بالفعل ما در جبهه قرار داریم و اگر متوجه نشین بالفعل ما متضرر میشیم، بالفعل فرزندای کشور رو کشتن میرن، بالفعل اینها دچار مصیبت میشن و کشور ما به سمت دیگری خواهد رفت. از این جهت من انتظار دارم، ما آمادگی خود رو داریم و این خواهش رو از بارها در بخش‌های مختلف کردیم که دوستا از مجامع بیایند یک حلقه را در این استقامت تشکیل بدن، در محور معارف این فضا فکر بشه، یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، مبانی از این واقعا بحث بشه و ما هر جایی که احساس میکنیم که واقعا ما مسیر انحرافی میره تمام ما جمع بشیم و همت به خرج بدیم و تلاش بکنیم تا او را در یک مسیر اصلاحی بیاریم. و البته این مراکز کما که روزگار هرات و این حوزه و این دیار حرف اول در مسائل مختلف علمی میزده، باورم این هست که همچنان ما باید این همت را داشته باشیم که در تئوریزه کردن خیلی از مباحث منتظر این نمانیم که لزوما این اتفاق در جامعه از هر بفته، لزوما این در قم بفته، لزوما این در نجف بفته و یا در جای دیگر. اگر این همت روی متعلمین و محصلین عزیز ما
متوجه نکات جدی تر بشن، من یقین دارم شاید در یک مقدار زمان طولانی تر ما بتانیم در او عرصه هم برای جهان گپ برای گفتن داشته باشیم، کما که نیاکان ما داشتن، کما که ذهن و توانمندی ذهنی فرزندان این سرزمین گواه ایست که اینها توانمندی بالقوه ای را دست کم امروز هم دارن تا برای آینده، برای جهان بشریت و برای جهان اسلام گپ برای گفتن داشته باشن و سخن برای مطرح کردن. من عرض خود را ختم میکنم. الحمدلله ما فرصت‌های لازم در این عرصه داریم. من احساس میکنم یک مقدار تلاش بیشتر بکنه. به این شکل که ما نیاز به گفتگوی میان مدارس دینی داریم، نیاز به جدی‌تر کردن گفتگو و تحاور علمی میان مدارس دینی و مراکز دیگر علمی و دانشگاهی یا به تعبیر دکتر مفتح بحث و حوزه و دانشگاه داریم. او قصه ختم نشده، او قصه منحصر به ایران یا در جای دیگری نیست. در هر کجایی که ما بحث مدارس دینی را و در کنار از اون مجامع دانشگاهی و علمی را در بخش‌های دیگر داریم، حتی از سطوح دانشگاهی بلکه در سطوح دارالعلوم‌ها و حوزه‌های علمیه ضرورت به این داریم که ما این مباحث را ببریم به سمت یک دیالوگ، ببریم به سمت یک گفتگو و فرهنگ گفتگو و فرهنگ همدیگر پذیری و تضارب آرا، ولو که همدیگر حتما قبول نکنن و نپذیرن. لزوما این بحث به معنای از این نیست که از درون ای یک نظریه واحد و یک مذهب واحد بیرون بشه، نه چنین چیزی اتفاق افتاده، نه معقول است و نه دست کم در کوتاه مدت اتفاق خواهد افتاد. اما صحبت سر اینه که ما هر اندازه بتوانن افراد جدی که واقعا دنبال مبحث علمی میگیرن همدیگر درک بکنن و از داشته ها و خرد و آگاهی یک دیگر آشنا بشن و از درون مایه های عظیم فکری که در فکر و تمدن اسلامی خوابیده که افراد، حتی افراد که نگاه مدرنی و پست مدرنیستی هم دارن، از این سرمایه عظیم میتونن استفاده بکنن و خودر توجیه بسازن و متعادل بسازن دیدگاه های خودر، و باورم این است که ما بذر او را بعد در درون دارالعلوم ها، اساتید، مجامع علمی، در سطوح حتی لسه ها و بخش های دارالعلوم بکاریم تا این بتونه رشد و ارتقا پیدا بکنه. ای بستر انشاءالله مساعد هست، آماده هست و مگمان میکنم حتی فرصت تعطیلات زمستان که معمولا مدیران و سرمعلمین و بخشای اجرایی دستکم در مدارس فعال میباشن، یک فرصت پیش روی اینا میگذاره که در این قسمت تأمل بیشتری بشه و اندیشه بیشتری بشه و خدا خواسته باشه ما به سمت جلو حرکت بکنیم. روزی قصه امروز ماست و خب افتخاره که ما امروز داریم که ده ها تن از خواهرها و برادرای ما الحمدلله در یک فرصت مناسب از یک دارالعلومی که دارالعلوم است که با ارزش ها و استواری علمی جلو میرن و در این حال نگاه متعادل دینی در اونها تمثیل میشه و برکات و ثمراتی که اونها برای خود، خانواده و جامعه خود دارن، و در این حال ضرورت داریم که ما علاوه بر این نسبت به نیازهای پیش رو حاکم باشیم. هم تعبیری از حضرت علی کرم الله وجهه است که العالم بزمانه لا یهجم علیه الحواجز، اگر ما زمان را نشناسیم حوادث بر ما هجوم خواهد آورد و ما زیر به اصطلاح بار خود له میکنه. و هنر ماست به خصوص عزیزایی که، و من هم اگر افتخاری و داشته باشم و مباهات بکنم بیست که خودر طلبه علوم دینی میدانم و هنوز هم در همین مسیر و مفتخرم به ای که در این مسیر قرار دارم، باورم این هست که چالش ها و تهدید ها فراراه کسانی که دغدغه دینی در وضعیت امروز دارند چالش های بسیار عظیم است و در این حال رسالت بسیار بزرگ. این مستلزمی است که ما وقت بیشتر بگذاریم و فرصت بیشتر تا هم فرصت ها را شناسایی بکنیم، هم تهدید ها را شناسایی بکنیم. و من ایمان دارم که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، و ثبات قدم انشاءالله موجب نصرت الهی میشه و اراده برای نصرت الهی موجب نصرت و پیروزی و کامیابی و سعادت دنیا و آخرت ما خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.